خب شاگرد عزیز، سلام به همه تان. امید که جور صحتمند باشین. همه تان خوش آمدین به درس امشب ما. آغاز یک روز درسی دیگر از فاصله های دور، دخترانی که تلاش دارند از آموزش محروم نشوند. جواد روزنه امید را برای صدها دختر بازمانده و محروم از تعلیم و تحصیل باز کرده است. او برخلاف قوانین مستبدانه طالبان برای دختران بازمانده از درس آموزش صنف‌های آنلاین ایجاد کرده است. او میگوید که پس از تصمیم طالبان درباره مسدود کردن درهای مکتب‌ها برای دختران، زمینه آموزش را به ده‌ها دختر از طریق آنلاین فراهم کرده است. و یگانه انگیزه و یگانه علتی که باعث شد ما به دروس آنلاین ادامه بدیم اویی بوده که خواهران ما که در خانه نشین شدن و در خانه ششتن از مکاتب و از پانتونها منع شدن، ای باعث شد که ما باید دست به کار شویم تا در خانه هایشون اونا را باید درس بدیم. بیش از یک سال و چند ماه از بسته شدن درهای مکتبها برای دختران میگذرد. از سوی هم سال جدید تعلیمی در کشور آغاز شده است، اما روشن نیست که آیا درهای مکتبها و دانشگاه ها برای دختران باز خواهد شد یا خیر. با این همه دختران دانش آموز تلاش می کنند تا از هر طریق ممکن به آموزش ادامه دهند. در حدود شاگردها خود هر مضمون مختلف است. در دپارتمنت انگلیسی در هر صنف تقریبا 20 نفر 25 یعنی هر در هر تایم ما چندین صنف داریم که در حدود 300 400 نفر شاگرد میشه. خب شرایطی که فاطمه یکی از هزاران دختر است که به صورت آنلاین به درس‌هایش ادامه میدهد، اما او از مشکلات اینترنت و دشواری‌های آموزش آنلاین سخن میزند. چالش هایی که هستن، چالش هایش در افغانستان خیلی زیاد هستن، از جمله ضعف اینترنتی هستن که با ما با مشکلات ضعیف بودن اینترنت مواجه هستیم و نمیتونیم درس ها را درست یاد بگیریم به خاطر که خب اینترنت هی ضعیف میشه و یا صدای استاد نمیداشته باشیم یا همی که اینترنت قطع میشه کلن از صنف بیرون میشیم. پس از بسته شدن مکتب ها و دانشگاه ها از سوی طالبان، تعداد زیادی از فعالان حوزه آموزش مکتب های آنلاین را اندازی کردند. این در حال است که سرعت پایین اینترنت در افغانستان سبب شده تا اکثر علاقمندان اشتراک در مکتب های آنلاین نتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.